سحر آذرفرد از دستاندرکاران رادیو پیام اسرائیل و از اعضای بنیاد میراج در اسرائیل از اورشلیم، کاملیا انتخابی فر سردبیر اندیپندنت فارسی از نیویورک و رسول نفیسی جامعه شناس و کارشناس روابط بین الملل از آریزونا مهمان امشب هستم. بسیار خوش آمدید، به عرض شما درود میگم. خانم آذرفرد، با شما شروع بکنیم. اکثریت مردم اسرائیل اونطور که شما در جریان هستید از دولت و ارتش کشورشون درباره ادامه جنگ چه انتظاری دارن؟ درود و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. اسرائیلی ها از دولتشون همون انتظاری رو دارن که هر دولت دموکراسی برای حفاظت از شهروندانش باید انجام بده. روزانه اسرائیل مورد حمله راکت های رژیم، راکت های تروریستی حماس هست و موشک هایی که به سوی جمعیت غیر نظامی شلیک میشه. برای ما نابودی حماس داعش این هست که بدونیم هیچ نیروی نظامی در غزه وجود نداره که تهدیدی برای نابودی دولت و مردم اسرائیل به ویژه یهودیان باشه. همونطور که میدونین در اسرائیل عرب مسلمان، مسیحی و دروزی هم زندگی میکنن که برای تروریست ها هیچ فرقی بین یهودیان و مسلمانان قائل نیستن، همونطور که در قتل عام شنبه سیاه هم در هفته اکتبر فقط یهودیان کشته نشدن. وجود تروریست های نیابتی جمهوری اسلامی در مرزها، در مرزهایی که همونطور که میدونیم خود جمهوری اسلامی هیچ مرز مشترکی با اسرائیل نداره و از طریق نیروهای نیابتی خودش هست که میتونه به شهروندان اسرائیلی ضربه بزنه. حماس هم به نوبه خودش مخفی نمی‌کنه که به چه سمتی میره. همونطور که بعد از حمله هفته اکتبر بارها و بارها اعلام کردن که اگر که باز این فرصتی پیش بیاد این حملات رو حتما تکرار میکنن. خانم آذرفرد، الان بحث از این هست که دوباره وقفه دیگری شکل بگیره. بحث مصر ظاهرا و اسرائیل مذاکراتی انجام دادن، آمریکا هم همین تلاش داره انجام میده. چقدر آتش بس در این مقطع برای شما برشک مهم هست برای مردم اسرائیل اونطور که شما در جریان هستی؟ و اون نکته هم که نخست وزیر اسرائیل ازش بحث میکنه که ماندن ارتش اسرائیل در غزه پس از شکست حماس، آیا این چیزیست که شما هم اون رو تایید میکنید به عنوان شهروند اسرائیلی؟ در حال حاضر آتش بس برای حماس یک هدیه است، برای اینکه میدونیم در دو هفته پیش هم این آتش بس رو داشتیم. در این آتش بس نیروها و سازمانهای تروریستی حماس میتونن در این وقفه برای خودشون اون تحصیلاتی که لازم داشته باشه رو به دست بیارن و با نیروهای و با قوت بیشتری بر ضد شهروندان اسرائیلی حمله کنن. تا اونجایی که من میدونم و بیشتر شهروندها هم این نظر رو دارن، ما با آتش بس اصلا موافق نیستیم و موافقت وقتی پیش خواهد آمد که سه هدف اصلی این توافق ما برسیم. هدف اصلی اولین و اصلی ترینش نابودی حماس هست، دومیش بازگرداندن تمام گروگان ها و سومیش حذف دائمی تهدید از سمت غزه بر سوی شهرک‌های اسرائیلی. خانم آذرفرد، همونطور که اشاره کردید 135 گروگان همچنان باقی موندن که گزارش شده 17 نفرشون زن و کودک هستن، 19 نفرشون هم گزارش شده که کشته شدن. اگه میشه کوتاه توضیح بدید که افزایش شمار تلفات سربازان اسرائیلی که الان ازش گزارش‌های منتشر شده نظر شما رو در مورد ادامه جنگ عوض می‌کنه؟ ببینید، فکر می‌کنم اسرائیل یکی و تنها‌ترین از کشورهایی باشه که جوانانش در سن 18 سالگی به جای اینکه به تحصیلات در کالج و مسافرت بپردازن، به تفریحاتی که جوانان می‌کنن بپردازن، باید بعد از به اتمام رساندن 12 سال تحصیلی به ارتش برن.
و هر یک از این جوانان برای ما ارزش بسیاری داره. با این حال نظر تمام، نگم تمام ولی بیشتر مردم اسرائیل اینه که میدونیم که تلفاتی رو داریم و خواهیم داد، ولی با این حال نمیخوایم که این کار رو نصفه تمام کنیم، چون که ما داریم میبینیم که بعد از 7 اکتبر حتی چپگره هم به این نظر رسیدن که اگر حماس به طور کل از غزه خارج نشه، ما بارها و بارها این حملات وحشیانه رو باز خواهیم دید. پس میدونیم که تلفاتی خواهیم داد و همه برای ما عزیزند، ولی ما به جنگ ادامه خواهیم داد. بله، میدونم که شما هم فرزندانی دارید که در صف خدمت ارتش هستن. خانم انتخاب فرد، سفیر اسرائیل گفت که هر کشور عضو سازمان ملل در شرایط مشابهی قرار داشت غیر از این عمل نمی‌کرد. شما چند روز پیش از سفر به جده برگشتید. فکر میکنید اگر عربستان سعودی هم مورد همین حملاتی که اسرائیل قرار گرفته بود قرار میگرفت، رفتار دیگری نشون میداد؟ الان عرض میکنم خدمت شما، شرکت کنندگان در برنامه و بینندگان محترم. آقای دهقانپور قیاس ملپارقی هست، به این دلیل که خب اسرائیل با مردم فلسطین، حالا یا با اون مناطق غزه یا کرانه باختری، سالیان سال هست که در حال جنگ و کشمکش هستن. خانم انتخاب فرد، عربستان همین مشکل رو با حوثی هام در یمن داشت دیگه که سالها درگیر خب، ولی نه 70 سال. بله، ولی منظورم این که آیا این استدلالی که میکنه در واقع سفیر اسرائیل استدلال قابل قبولی برای شما؟ استدلال درستی نیست. دارم همین عرض میکنم، نه نیست. به خاطر که اول از همه خب حوثی ها یک گروه ایدئولوژی هستن که یک حمایتی گرفتن از طرف جمهوری اسلامی و در چند سال اخیر وارد مناقشه با عربستان سعودی شدن، و از اون طرف ما داریم میبینیم که مسئله فلسطین و اسرائیل دو کشور همسایه هستن که بر سر تشکیل کشور فلسطین اسرائیل با فلسطینی ها مناقشه داره، و اینم اولین باری نیستش که حماس حمله کرده به اسرائیل. یعنی از سال 2014، 2006، 2021 و حمله 7 اکتبر بارها پیش اومده. شما بین خانم کایفر، شما بین حماس و داعش اختلاف قائل میشین؟ ببینید داخل شما دارید، اول از همه مفهوم تروریسم متاسفانه در جهان کنونی تعابیر مختلف پیدا کرده. یک روز حوثی ها رو در گروه تروریستی میذارن، ما در هر برنامه‌ای که شرکت میکنیم بعد بگیم حوثی ها گروه تروریستی هستن، بعد رئیس جمهور در آمریکا عوض میشه، حوثی ها رو از گروه تروریستی در میاره، بعد ما مجبوریم بگیم که یک گروه شبه نظامی. یه وقتی طالبا جزو گروه های تروریستی هستن، بعد چند سال بعد باش مذاکره میکنن، افغانستان رو بهشون تحویل. ولی اون رفتاری که حماس در 7 اکتبر انجام داده به نظر شما با داعش، بله با داعش تفاوتی داره؟ رفتار تروریستی بود، بله حتما بود، ولی شما بعد یه فرصتی هم به من بدید که من یه سابقه به شما بدم از اینکه واقعا چرا یه همچین رفتاری از طرف حماس سر میزنه که اینقدر زشت و کریه بوده. بعد برگردیم کمی عقب‌تر نگاه کنیم ببینیم دولت اسرائیل در مواجهه با مسئله فلسطینی ها چه رفتاری رو داشته در 70 سال گذشته. آقای احمد یاسین وقتی که یک بنیاد خیریه ای رو تشکیل داد در غزه در سال 1973، دولت اسرائیل از اینها پشتیبانی کردن تا در مقابل با سازمان آزادی بخش فلسطین بخوان اینا رو قوی تر بکنن، و این یه بنیاد خیریه بود. آقای احمد یاسین همین بنیاد خیریه رو که حمایت اسرائیل رو داشت تبدیل کرد به حماس در 1978. خب الان هم به همین ترتیب در یک برهه ما دیدیم که دولت اسرائیل برای اینکه نخواد به محمود عباس فرصت بده به گروه فعل، هر هفته 30 میلیون دلار کمک‌های قطری رو در اختیار حماس می‌ذاشتن. یا چرا واضح‌تر نگیم، دولت ایالات متحده آمریکا به قطر گفته بود طبق اظهارات قطر که اجازه بده دفتر سیاسی حماس در قطر باز بشه. اینجا نمی‌تونیم فقط برگردیم بگیم که یک گروه به سرعت تونسته یک چنین امکاناتی رو به دست بیاره که بخواد دفترهای تروریستی بزرگی رو انجام بده. الان هم راه حل در این هستش که اجازه بدن که میانجیگر واقعی
بین مردم فلسطین و بین اسرائیل رایزنی بکنه، زیاده خواهی هر دو طرف کاهش پیدا بکنه، چون حتی نابودی کامل حماس هم باعث نمیشه که این ایدئولوژی از بین بره. شما به داعش اشاره کردید، داعش به طور کامل از بین نرفت، القاعده به طور کامل از بین نرفت و به شکل‌های دیگه دگردیسی پیدا کرده که منافع کشورهای منطقه داره. کشورهای عربی رو به در مخاطره قرار میده. حتی اگر حماس خاتمه پیدا بکنه با حمایت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بتونه کاملا اون رو نابود بکنه، این ایدئولوژی همیشه میتونه مردم اسرائیل رو تهدید بکنه. مگر اینکه واقعا یه راهکار منطقی و علمی براش پیدا بشه، اجازه بدن که کشورهای منطقه هم بیان در مذاکرات سهم داشته باشن و ایالات متحده هم بتونه عدالتمندانه این مذاکرات رو حمایت و پشتیبانی بکنه. خب حتما باشید، به شما باز خواهیم گشت. آقای نفیسی رو ازشون پرسشی دارم. آقای دکتر نفیسی، آمریکا بر چه مبنایی زیر تمام این فشارهای بین‌المللی شاید بشه گفت کم سابقه علیه اسرائیل در جنگ با حماس حمایت دیپلماتیک و نظامی خودش رو ادامه میده؟ درباره حمایت بی‌دریغ از اسرائیل باید برگردیم به تاریخ ایجاد اسرائیل و از 1948 به بعد اسرائیل به طور مشخص به طرف آمریکا برای حمایت گشت و با کفایت سیاستمداران و با هوشمندی دیپلمات‌های اسرائیلی اینها موفق شدند که در واقع یک رابطه برقرار کنند که در حد فعلی که تقریباً اسرائیل رو میشه ایالت 51 امریکا به حساب آورد. در این برنامه اسرائیل با امریکا بسیار پیچیده است، گفتنش که به چه دلیل به این شکل و این همه حمایت در اومده. فقط باید عرض کنم که نیروهای زیادی در امریکا هستند که حامی اسرائیل هستند و مهمترین اونها در واقع مسیحیان صهیونیست هستند. بعد از اون برمیگردیم به کسانی که در واقع از کمک سیاسی نظام سیاسی اقتصادی اسرائیل بهره میبرن و نهایتاً به کسانی که در آمریکا وجود دارن و خواستار یک استقلال و یک آزادی و سرفرازی مردم یهود در خاورمیانه باشه. بنابراین این بحث خیلی بیشتر از این البته نمیشه پیش برد. اون چیزی که برای امریکا مهمه در حال حاضر برای امریکا نه، برای ساختار سیاسی امریکا. ساختار سیاسی امریکا نهایتاً به رأی افراد به نظر عمومی وابسته است و نهادهای مثل لابی اسرائیل در ایجاد تفکر و ایجاد افکار عمومی بسیار مؤثرند. در سال 2008 یا 2009 دو استاد معتبر دانشگاه شیکاگو و هاروارد به نام مرشیمر و والت مقاله مفصل نوشتن که تبدیل به کتاب شد درباره لابی اسرائیل و اونها نشان دادن که چقدر این لابی در تمام آمریکا صاحب قدرته و این دو استاد به طور مشخص گفتن که این حمایت بی‌دریغ آمریکا و وادادن در مقابل در واقع این لابی های اسرائیل به نفع سیاست خارجی آمریکا، به نفع ببخشید به ضرر سیاست خارجی آمریکا، به ضرر سیاست داخلی آمریکا و نهایتاً به ضرر خود اسرائیل. و این بحث بسیار مهمی رو پیش کشید که آمریکا چرا حمایت میکنه از اسرائیل، ولی میبینیم که هیچ تغییری از اون زمان هم ایجاد نشده و گروه های طرفدار اسرائیل بسیار قدرتمندن و از همه بدتر این که الان یه حالت تفتیش عقاید داره کم کم در آمریکا پیدا میشه که دیدیم سر رئیس دانشگاه عمده آمریکا رو
یعنی شیکاگو و هاروارد و پنسیلوانیا رو اینها کشیدن توی مجلس که به چه دلیل دانشجویان در دانشگاه شما تظاهرات ضد اسرائیلی میکنن و رئیس دانشگاه پنسیلوانیا استعفا داد، رئیس دانشگاه هاروارد رو اخراج کردن که با حمایت دانشجویان و استادان برگشت. بنابراین این یه حالت تفتیش عقاید هم متاسفانه پیدا کرده که من فکر میکنم در دراز مدت به ضرر دولت اسرائیل خواهد شد. به چه دلیل؟ به دلیل این که کسانی که این کارها رو میکنن متوجه نیستن که افکار عمومی آمریکا رو علیه خودشون تحریک میکنن و گروه های فاشیستی مثل همین گروه هایی که در جریان حمله به کاخ مجلس شرکت داشتن، این افراد رو بیشتر به طرف فاشیسم میرونه و تفکرات تئوری توطئه و اینکه یک دولت پنهانی که از طرف یهودی‌ها حمایت میشه، اینها دولت امریکا رو داره ران میکنن. بنابراین این به ضرر هم امریکاست و هم به ضرر اسرائیل، ولی در حال حاضر این وضعیتی که حاکم. بله آقای نفیسبان، باشه به شما باز خواهیم گشت. فقط اشاره بکنم که در دانشگاه در واقع اون چیزی که در مورد کنگره مطرح شده بود بس بر سر این بود که دعوت به کشتار یهودیان، در واقع انتقاد از اونجا شروع شد که منجر به برکناری رئیس دانشگاه پن شد در پنسیلوانیا. و بعدم هر مواردی بوده که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد که آمریکا مثلا الان فروش 20,000 مسلسل به اسرائیل به دلیل خشونتی که یهودیان شهرک‌نشین در کرانه باختری علیه فلسطینیان انجام دادن به تأخیر انداخته و محدودیت‌های از این جهت هم به لحاظ صدور ویزا ایجاد شده.